بینندگان عزیز، سلام و درود بر شما. ولادیمیر پوتین به ازبکستان سفر کرده و این سفر بسیار تعیین کننده است. سفری است بسیار مهم. او خودش به حوزه افغانستان سفر کرده، اما جنگ در استقامت های اوکراین بسیار بسیار شدید است. خطوط دفاعی در چاسوفیار مرتب عوض میشه، اوکراینیا میگیرند، دست به دست میشه، بسیار تلفات و جنگ شدیدی است. تشکیل دستجات نازی به نام گرگان داوینچی، اینا تشکیلاتش بیشتر شده، وارد جنگ شده میرن با روسا. و از سوی هم مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که ما چقدر دشمن داریم، ممکن است اروپا پیش چشم ما بمیرد. این مواردی است که به نظر ما جالب افتاد. مکرون یعنی میگه اتحادیه اروپا حال تعداد دشمنانش بی سابقه است. ما هرگز در گذشته اینقدر دشمن در داخل و خارج نداشتیم. چرا؟ اما کسی نیست که پرسانش بکنه که چرا. خب خودش میتونه خودگفتاری میکنه دیگه، میگه ما در یک لحظه حساس زندگی میکنیم که اروپای ما ممکن است پیش چشم ما نابود شود. و ما در این بار قبلا هم صحبت کردیم و به این دلیل نیست که جنگ به اروپا بازگشته. ما در مورد تجاوز روسیه در اوکراین صحبت میکنم. خب پس جنگ بازگشته. اگر جنگ باز نگشته، از تجاوز روسیه چی میکنه؟ اروپا و خود مکرون، شما رفتین تا دندان مسلح کردن اوکراینه، پس جنگ شما آوردین. خب البته توجیهات خودش هست، میگه که ما در ضمن در فرانسه با چالش های بسیار شدید کربن زدایی مواجه هستیم که هوای زمین در حال آلوده شدن بیشتر است. مشکلات آب و هوایی نباید و قیمت از دست رفتن کل زندگی تمام شود. رشد اقتصادی و صنعتی در فرانسه پایان است و حتی میگه خب بالاخره دموکراسی در بحران افتاده. یعنی واقعا تشویشی که مکرونی در این گفتار کوتاه خود ابراز کرده بسیار مهم است. در سراسر اروپا میتونه یک چیزی در کل جهان است. خب یادم موارد مشخصش هم ذکر کرده. وزیر خارجه پولند رادوسلاو سیکورسکی، اینا غم خود دارن دیگه، چون خط اول جنگ هستن. میگه امریکا ظاهرا روسیه را از آمادگی خود برای حمله و تمام نیروهای روسیه در اوکراین هشدار داده. یعنی خوشحال است وزیر خارجه پولند که امریکا روسیه را هشدار داده که اگر شما بالای پولند و این جاها حمله کنید، ما با تمام قدرت با بالای شما حمله ور میشیم. در این وقت اگر که خوشحال شده، همی خود روند جنگ یک رقم طوری پیش میره که اختیار از همه گرفته. مثلا یه آدم وزیر خارجه است، این ببینید در چی چیزا اینا خوشحال شده. ادبیات گفتاریشان تا یک سال پیش چقدر تغییر کرده. تا یک سال پیش خواهیم دید چنان داغ بودن که باید روسیه از بین برویم. روسیه از بین بره میره بخیر. یعنی میتونم میگفتم وقتی که بایدن آمد در وارسا همی گپ زده، حال او کمپاین ها چی شده؟ فروکاست است. نیویورک تایمز حالا گزارش کرده که در اوکراین کس نیست که بجنگه. 350 نفر به طور آزمایشی، 350 نفر از زندانیان جنایتکار کشیدن، مسلح کردن، همون کلگنده و گردن کلفت های جانی را که بره بجنگه، با تقلید از گروه واگنر. او گروه واگنر رو دیگه خب بالاخره اینا می کار کردن و روسیه در جبهه شمال شرق پیشروی هایی داشته. اینا افراد جنگنده کم دارن، باید اونجا پوره شود. سینین گزارش کرد که یک دفتر استخدام درست کردن
امی قطعات یک قطعه عسکری جور کردن یا به نام گرگای داوینچی در کیف، که گردان داوینچی به اصطلاح یک واحد متشکل از نیونازی ها و فعالان راست افراطی است که به افتخار داوینچی، ای داوینچی یک برتری طلبه، یک متعصب سفید پوز بود که سال گذشته آمده بود به جنگ اوکراین داوطلبانه شرکت کرده بود، توسط نیروهای روسی کشته شد. حال به افتخار نام از او امی گردان جدید، قطعه جدید نظامی را به نام داوینچی نامگذاری کردند، به نام گرگای داوینچی آن میگن. فرمانده گردان آشیل یک قطعه عسکری دیگه است از لوای 92، یک لوای 92 هجومی است. یادم یک فرمانده داره با نام یوری فدورنکو، این میگه که دیگه در دفاع از چاسوفیار می جنگه، میگه روسیه خطوط دفاعی اوکراین در مستحکم ترین نقاط خود با بمب‌های هوایی بسیار سنگین منهدم کرده است در خط چاسوفیار. چاسوفیار اگر گرفت سراسر جنگ جبهه‌ای در اوکراین تاثیر میپذیره و تغییر میکنه. جایی که خطوط ما میگه به شدت مستحکم بود، روسا از بمب‌های هدایت شونده استفاده کردن و کلش با زمین یکسان شد، یعنی تصدیح شده. ایره فرمانده خود منطقه میگه بنان هیچ کس در برابر گلوله باران گلوله های بسیار سنگینی که از هوا میبارن استاد شدن میتونه، مجبور به عقب نشینی میشن. بلغاریا دلیل قطع احتمالی حمایت اتحادیه اروپا از کیف اعلان کرده. خب بلغاریا چی؟ اینا میگن که پارلمان جدید اروپا ممکن است حمایت از اوکراین توقف بده. کم کم به هوش میان که تا که این جنگ خو برنده نداره، اروپا تا چی وقت پشت از استاد میشه، برای چی کار؟ اگر شما روسیه رو میخواین از بین ببرین، هر تالخ استاد بودین، نه تنها روسیه از بین نره بلکه خط دفاعی اوکراین شکسته شده، امور نگاه کرده نتانسته. بنان هزینه زیاده، اینا اختصاص نمیدن این پارلمان جدید. چرا؟ آله میگن این جنگ اوکراین و روسیه خو یک درگیری مستقیم داخلی اروپا خو نیست، و ما چی؟ 3 سال پیش یک پنه میزدن. آله میگن که والا در پارلمان اروپا بسیاری از کشورها به طور غیر رسمی با عرضه تسلیحات به اوکراین مخالف هستند، که بسیاری میگن از جمله دو تاش مشخص از مجارستان و سلواکیا، یعنی شکاف است در داخل اتحادیه اروپا. دیمیتری روگوزین معاون نخست وزیر روسیه این آدم ادعا کرده، ادعایش جدی است، میگه امریکا در حمله نیروهای اوکراین به سیستم فرماندهی هسته‌ای در منطقه کراسنودار دخیل است. امریکا را رسما متهم کرده. این موضوع میتونه منتج شوه با یک حوادث ناخواسته و غیر مترقبه. ای روگوزین رئیس سابق موسسه راسکازموس است، یک شرکت دولتی روسیه که مسئول سازماندهی پروازهای هوایی است. برنامه های کیهان نوردی و تحقیقات روسیه را رهبری میکنه. اینی آدم گفته که سیستم فرماندهی و کنترل هسته‌ای روسیه را در کراسنودار اینا هدف قرار دادن. و بینیمی ادبیات میگه امریکا مغز متفکر یه حمله جنایت کارانه بود. این امریکا رو به سازماندهی حمله و سامانه هشدار موشکی روسیه متهم کرده. پس این عواقب داره. این در جمله خبرهایی که من امروز دیدم درشترش هم هایلایتش اینمی است. خب باز یک هشدار نرم خدا داده که چنین اقدامات میگه جهان در راستانه یعنی یک وضعیت بالقوه سوق میده که بسیار خطرناک است و
اما وضعیت ایمنی هسته‌ای را در خطر قرار می‌دهد. اولاف شولز صدر اعظم آلمان اینا خبر دادن بالاخره آلمان تکنولوژی هسته‌ای و صنعت و سلام علم تکنیک آلمان بسیار امید خاص از در دنیا. امیتون مرز گفته که ما به یک مرز توانایی خود بر ارائه کمک های نظامی به اوکراین رسیدیم. یعنی سطح تولید تسلیحات کم کم در آلمان امیتون بالا میه و این بسیار زیاد بر جنگ اوکراین تاثیر میگذارد. همه که گفته تیر شده. در جبهات در ولچانسک بسیار جنگ شدید است. اوکراین در روزهای اخیر بسیار قوی دفاع میکنه، تسلیحات رسیده، حال در حال سرگرم اما ذخیره کردن تسلیحات است و مهمات است. در امتداد رودخانه ولچیا این به اصطلاح ایت یک جنگی است که بخیر یک چرخ گوشت قرار بود. ماشین گوشت از دو طرف تلفات است. فقط نیمی از شهر تحت کنترل روسو است، از شهر ولچانس. در این ولچانس بارا گفته شده سقوط کرده، سقوط میکنه پس میگیره، سقوط میکنه به این ترتیب است. در اوج عملیات خارکوف آن مقامات اوکراین 10 فرمانده جنگی را و 2 فرمانده یک لوای زبده را اینا جایگزین کردن، تغییر تبدیل کردن. و در این حال اوکراین نیروهای کمکی را از نزدیکای چاسفیا کجا در ذخایر است میارن به خارکوف منتقل میکنن. یعنی جا به جا سازی نیروها بسیار در جریان است. در کل دفاع اوکراین روسا را مجبور کرده که حرکتشان آهسته شود، اما موج برگشت نامده. در فرماندهی نیروهای اوکراین در دم خارکوف اختلاف نظر مگر وجود داره. اگر یک کس یادتان باشد برنامه قبل یک کسی را به نام جنرال دراپاتی من نام گرفتم، او با جنرال سیرسکی فرمانده نیروهای زمینی مخالفت داره. او دراپاتی که از کاملا یک آدم هار است، یک آدمکش حرفه‌ای است که در سالهای قبل تا تانک از سر مردم می برد. او در دفاع از خارکوف او را انداختن که معلوم شود که دفاع از خارکوف می تانه یا ای که به قیمت سر خود از خارکوف مثلا تیر خواد شد. موشکای اسکندر زدن در فرودگاه چرنیگوف. این موشکای اسکندر که از جایی که میخوره هیچ چیزی را آباد نمیمانه. در چرنیگوف زدن، خبرنگاران نظامی گزارش کردن در فرودگاه پیویتسی را زدن. پیویتسی اونجا چرا او را زدن؟ اونجا به اصطلاح ذخایر بود و تسلیحات یک ترمینال به اصطلاح انباری جور کرده بودن. پدافند هوایی اوکراین کار نکرده، اونا پدافند هواییشان ضعیف است. این دو فرمان موشک اسکندر که زده آتش سوزی بسیار بزرگه و چند تیاره در فرودگاه پویتی هم از بین رفته. خود چرا ایر زدن؟ از این فرودگاه اخیرا برای حمل و نقل هوایی ارتش استفاده می شده و اینجا تحرکات و تدارکات زیاد بوده. یک حال اوکراین پرونده ایجاد کرده علیه فرماندهانی که از جنگ گریختن یا درست نجنگیدن. ببینید فروپاشی ارتش این ازیه شروع میشه. یک دفعه شکاف آمد، یک ترک برداشت، یک ساختار به این شکل است. فرمانده لوای 125 گیرم در محاکمه کش کردن که در نزدیکی خارکوف تو چطور خط جنگ رها کردی و گریختی. فرمانده امی لوای 125 گردان تفنگدار 415 لوای 23 میکانیزه، یعنی فرماندهانش
و در این حال لوای 172 تفنگدار جداگانه از مواضع خود اینا دفاع نکردن، گریختن، کلش زیر استجواب محاکم هستند. اینمی برای ارتش اوکراین یک آفت از خلاص فرمان دیره که یک فکش کدی و جرم خیانت دیگه او جور نمیشه. خب البته در اوکراین ارتش منظمی که 3 سال قبل بود وجود نداره دیگه، هر کس از هر طرف کش میکنن میرن با پول و به هر شکل که اینا خط پار بکنن. شما تصور بکنین بیماران اوتیزم که میرن در خط به زور پیش میکنن دیگران را خود چیز. حال خود زندانی ها را پیشتر اشاره کردم شروع کردن، اما فایده نداره در یه حال یک موج که آمده یک موج غلبه است. نیروهای روسی یک سلسله عملات به اهداف در خارکوف دوباره انجام دادن، به انبار اصلی واحد اداره اطلاعات زدن و خب البته در یک مرکز خرید ما تصاویرش دیدیم که سوپرمارکت راکت روسی خورده، چند نفر کشته شده بود و تلفات غیر نظامی. نیروهای روسی میگه که اونجا یک انبار چیز اطلاعات بود از نیروهای امنیتی که ما او را زده. در جنگ از این گپا بسیار است، از این دروغا و از این مانورا بسیار است، ما نمیدانیم که واقعا چی بوده اونجا. در منطقه اسلو بوژانسکی نبردهای سنگین است که همین مثلا مربوط همین ولچانسک و شمال لیپیتسی است. در اینجا چرا جنگ شدید شده؟ که اکمالات اوکراین شدید شده، از اروپا اکمالات میه، یعنی مجددا ذخایر پر شده میره. بخاطر حملات روسا بیشتر هوایی از چی میشه تا که انبارا رو بزنن. در قسمت دونتسک و در کراسنو گریوکا نیروهای روسیه یک اطراف مدرسه شماره دور اشغال کردن و درگیری ها خانه به خانه، ساختمان به ساختمان و شهرک به شهرک ادامه دارد. و این در حالت است که ولادیمیر پوتین همه چیز رها کرده آمده میمان ازبکستان است در پشت دروازه کشور ما و شما. چرا؟ چرایش ما در برنامه بعدی در ارتباط با اظهارات جو بایدن درباره افغانستان بررسی خواهد کردیم که باز نام افغانستان گرفت، نام داعش گرفت و نام یکان دان خودم مزه مزه کرد که ما ممکن است بیاییم دوباره به افغانستان برگردیم و اگر بر نگشتیم هم راه های دیگه ای است که کنترل بکنیم. سفر پوتین نشانه عزیز که یک چیزی در حال آمدن است از جبهه جنوبی افغانستان. اگر نی دیتی یک وقت از ازبکستان چی میکنه یادم؟ تا بعد.